وقتتون خوش. حالا زمانی است که بخش دکتر خود باشید را بر شما تقدیم بکنیم. در آغاز یک بسیج تصویری در رابطه با بابلی بیره‌ها تماشا میکنیم. در ادامه دکتر سبرامین اسلمی اینجا در کنار ما هست و بیشتر در رابطه با این صحبت میکنیم که چه راه حل هایی وجود دارد تا اینکه ما از مشکل نجات پیدا بکنیم. بسیج تصویری تقدیمتون. جنجیوت یا التهاب بیره حالت است که پلاک‌های دندانی در خط بیره تجمع پیدا می‌کند و باعث تحریک بیره و حساس شدن آن می‌شود که گاهی خونریزی هم پیدا می‌کند. عفونت باعث تشکیل پلاک دندانی می‌شود. پلاک دندانی مایع و دانه‌های سفید خون را در آن منطقه زیاد می‌کند و باعث ورم بیره می‌شود. بارداری و بلوغ به علت تغییرات هورمونی باعث تورم بیره می‌شوند. کمبود ویتامین C، کمبود ویتامین‌های گروه B، کلسیم و عارضه جانبی برخی دواها از قبیل دیلانتین، داروی ضد سر و یا فنوباربیتال، دواهای خواب‌آور یا مسکن قبل از جراحی و رعایت نکردن نظافت دهن و دندان باعث تورم بیره ها می شود. آیا این مسئله می تواند نشانه ای از چند بیماری دیگر باشد یا خیر؟ و از همه مهمتر چطور پیشگیری کرد و چطور آن را علاج کرد؟ در ادامه با شما هستیم و حالا از دکتر صاحب میپرسیم که آیا این مسئله میتونه نشانه بیماری های دیگه هم باشه یا خیر و راه حل هایش چیست؟ دکتر صاحب صبحتان بخیر و خیلی خوش آمدید. سلام علیکم، صبح شما بخیر، صبح بیننده عزیز بخیر. ممنون، سلامت باشین. خب مشکلی که خون تجمع میکنه، جمع آوری میشه و باعث آبلی بیره ها میشه، در بسیط تصویری تماشاش کردیم. این میتونه که ربط داشته باشه با بیماری های دیگه هم دکتر صاحب؟ در قسمت جنجیوایتس کمی اصطلاحی یاد میشه که در حقیقت خودش التهاب خود بیره ها را تشکیل میده و در قسمت عواملش عوامل بسیار زیاد داره، مثل کشیدن سیگرت، استفاده کردن از قیلون، تنباکو، مراد نکردن حفظ الصحه، نسوار یاد نکردن دکتر. نسوار که بسیار معمول است در کشور خود ما، اینا عوامل معمولش است و بسیار عام هم است، یعنی همگی میتونه داشته. در قسمت از این میتونیم بگیم که کدام مشکلات دیگه میتونه در این قسمت باشه. میتونه که یک سلسله مشکلات در قسمت خود گلو باشه و یک رابطه خاص سه قسمت که قسمت انف، گلو و قسمت گوش است. سه ساختمان است که به یکدیگر یک ربط خاص دارن. در صورت که یک شخص مشکل در قسمت دندانای خود داشته باشه، بعد از گذشت مدت احساس درد در قسمت گوش خود میکنه. اگر در صورتی که مشکل در گوش باشه، شخص با گذشت زمان احساس در قسمت بیره ها یا قسمت دندان خود میکنه. همینطور اگر مشکل در قسمت انف یا بینی باشه، میتونه در قسمت دهان خود احساس کنه. در مراحل پیشرفتهش گفته میشه که یک سلسله از امراض سرطانی در قسمت خود بیره ها میتونه که التهاب یا قسمت خود بیره ها را مشکل شکست باوجود بیاره. این امراض به صورت عموم است، یعنی وقتی که گوش مصاب است میتونه مشکل در بیره باشه، وقتی که بینی مصاب است میتونه مشکل در بیره باشه، وقتی گلو مصاب است مشکل میتونه در بیره باشه. چون انتان است، میکروب است و او یک صاحب بسیار آزاد داره به خاطر نفوذ کردن، به خاطر انتشار کردن خود و میتونه که تمام قسمت ها را مصاب بسازه. هرچند گفتم میشه شما وقتی که یک التهاب در قسمت بیره ها رو میبینید، مهمترین عوامل یا خطرناکترین عوامل به کنار بگذارید، بعد هم در صورت که یک موضوع بیره ها بود، میتونیم روی از او یک سلسله تدابیر ابتدایی که هست، حتی میتونه که تدابیری که در منزل هم باشه را میتونیم مشکل حل بسازیم. و مهمترین عاملش همون موضوعی که استفاده کردن از دوا مثل فینوباربیتال یا آرامش دهنده های دوا است که میتونه موجود باشه. تغییرات هورمونی در زمان حاملگی کلا یک سلسله هورمون ها تغییر میخوره و این میتونه که سبب افزایش التهاب دمی ناحیه شو. اما معمول ترین عاملش، اما عامل است که ما با شما گفتم، استفاده کردن از سیگرت، تنباکو، درست مراد نکردن حفظ الصحه، استفاده کردن از بسیار مسائل ثقیل در قسمت دندان ها مثل مایده کردن پسته و بادام در این ناحیه، و در صورتی که ناحیه را تخریب کنه، یعنی که فضا باز میشه، وقتی باز شد انتان یا باکتریایی که در قسمت دهن است میتونه در اون ناحیه نفوذ کنه و انتشار پیدا. دقیقاً حالا این چیزایی بود که عواملی که باعث این گپ میشه و تا جای ما سوال بعدی را که میخواستم بپرسم که چه راههایی وجود داره که جلوگیری بکنیم، مثلا سه دهن ما را باید مراعات بکنیم و چیزای سخت را با دندان ما نشکنیم، جدای از این چه راههای دیگه میتونه که
مؤثر واقع شود تا که ما مصاب با اینمی مشکل نشه. خب اولین کار که میکنیم باید عامل که سبب ازی شده باید به دور بگذاریم، مثلا کشیدن سیگارت میشه سیگارت ترک کنه شخص که سیگارت میکشه، استفاده کردن از تنباکو باید با کنار گذاشته شود. و برای وضو که گفتم در قسمت حفظ الصحه، در قسمت حفظ الصحه یک سلسله مانورها است، یک سلسله پروسیجرها است که میتونه شخص بسیار راحت بسازه. مثلا گفتش میشه شما روز دو مرتبه حداقل باید برس دندان کنین یا مسواک بزنین، و گفته میشه شما هر شب بعد از صرف غذا میشه که غرغره کنین. غرغره میتونه که با نمک شوه، و در صورت که امکانات باشه با لیموی ترش در آب که شیرگرم باشه، یک یا دو عدد لیموی که ترش باشه در آب شیرگرم شما بشپلین، بعض میشه که با او غرغره را انجام بتیم. در صورت که به این آفت مواجه شده باشن بازم یک سلسله تداوی های در منزل یا در خانه هست که او را گفتم میشه که زنجفیل گرفته با آب لیمو و نمک به اصطلاح به شکل کریمانن تشکیل بتین، زنجفیل که البته خشک باشه به شکل کریمانن تشکیل بتین، ویره در مناحیایی که التهابی است در مناحیا جاگزین بسازین، و مایه که از لیمو را هم ساختیم شما میتونید که غرغره کنید. اما فقط در غرغره یک مسئله است که شما گفته میشه به مدت چند دقیقه، دو الی سه دقیقه در دهنتون را نگه بدارید تا که در مناحیه که التهابات است از این طریق جذب شود و سبب از این شود که مناحیه را تصفیه بسازه یا تمیز بسازه. یک مسئله که من میخوام یادآوری کنم، در صورتی که اشخاص در این مدت زمان مصاب شدن به این حالت و از اون برس دندان استفاده میکنند، بعد از اینکه خوب شدن همون برس دندان را که در جریان مریضی خود استفاده میکنند به کنار بگذارن و استفاده نکنند. آها، پس گپسا خوبی هست، این راههایش بود و همین موضوع زردچوبه گفتن، نه زنجفیل، زنجفیل ببخشید، زردچوبه میگم، زنجفیل را با نمک و لیمو چه رقم بسازن زنجبیل را؟ به شکل یک به شکل مایه نسبتا غیر مثل کریم دندان بسازن و در مناواهی که التهابی است در مناواهی بمالن یا بگذارن. اگر کسی یعنی با این مشکل مواجه نباشه دکتر صاحب هم کار را بکنن خب شاید یا بهتر باشه. در قسمت زنجفیل و نمک و لیموش نمیتونیم بگیم، اما در قسمت از این که باید روز دو مرتبه مسواک بزنن یا برس دندان کنن، شبانه قبل از خواب غرغره کنن گلوی خود، در این قسمت بسیار مفید است و در حقیقت منشه حفظ الصحه از همینجا شروع میشه تا مراحل پیشرفته تر که گفتم میشه مواد غذایی که صحی نیست نخورید و شما مطمئن میبشید نخورید، یا درست شستن دست ها خودش یک رول اساسی داره در قسمت گرفتن مواد غذایی که چون در قسمت دهن است. این مسئله است که اهمیت شده. حالا فرض میکنیم که ما نتونستیم حفظ صحی دهن ما را مراعات بکنیم و با این مشکل مواجه هستیم، بالاخره اگر ادامه پیدا بکنه باعث چی میشه؟ در مراحل پیشرفتی از این که وقت باکتریا در این ناحیه نفوذ میکنه یک سری تغییرات در بیره دیده میشه، مثل سرخ شدن ناحیه بیره، پوندیدگی در ناحیه بیره، و زیاد که مرحله پیشرفت پیدا کنه طرف مزمن شدن ما مواجه میشیم با خونریزی ناحیه بیره که همین خود خونریزی های ناحیه بیره میتونه که شخص در مراحل پیشرفته طرف کم خونی بکشنه و بر لحاظ خود انتان میتونه که ناحیه گوش مصاب بسازه از طریق دهن. زمانی که گوش مصاب ساخت در صورت میتونه توسط یک سلسله میکانیزم ها میتونه به دماغ بره و در مراحل پیشرفتش یک اصطلاح است در قسمت امراض دماغ به نام مننجیت یاد میشه. وقت زمانی که مننجیت را بسازه در صورت است که خود دماغ التهابی میشه و شخص به طرف سوی مشکلات در قسمت دید، مشکلات در کارکرد فعالیت های روزانه تا مراحل پیشرفتش که میتونه طرف امراض دماغی و مرگ بکشه. خیلی سپاس دکتر، سپاس، آرزوی موفقیت دارم. زنده باشین، تشکر، سلامت.